مقام های محلی در ولایت هرات میگویند که به زودی مشکل عقب نشینی ساختمان کنسولگری ایران در مسیر سرک مرکزی این ولایت حل خواهد شد. به گفته آنان تمام مراحل قیمتگذاری و استملاک انجام شده است و نتیجه این فعالیت ها با وزارت امور خارجه کشور در میان گذاشته شده است. قرار است در بدل عقب نشینی بخشی از ساحه کنسولگری ایران در شهر هرات به کنسولگری ایران در ولایت قندهار زمین داده شود. نصیر احمد صالحی گزارش می‌دهد. بیش از 3 سال می شود که اینجا بخشی از ساحه کنسولگری ایران در ولایت هرات مانع تطبیق کامل پروسه عقب نشینی خیابان مرکزی شهر هرات شده است. پروسه عقب نشینی خیابان کاملا تکمیل شده و فقط در اینجا گیر مانده است. اکنون مقام های محلی در ولایت هرات می گویند که تمام مراحل قیمتگذاری و استملاک انجام شده است و نتیجه با وزارت امور خارجه کشور در میان گذاشته شده است. آنگونه که سخنگوی والی هرات می گوید وزارت امور خارجه کشور با هماهنگی دستگاه سیاسی ایران به این مشکل نقطه پایان می گذارد. آخرین مراحل قیمتگذاری زمین و امور استملاک در هرات انجام شده. در جریان هفته روان مکاتبات با وزارت محترم خارجه صورت خواهد گرفت. در سفر اخیر معین سیاسی وزارت خارجه هم یکی از جمله موضوعات مورد بحث همین موضوع بود و ما امیدوار هستیم که به زودی شاهد تکمیل از این پروسه باشیم. مسئولان در شورای ولایت هرات میگویند که در بدل عقب نشینی بخش از ساحه کنسولگری ایران در شهر هرات به کنسولگری ایران در ولایت قندهار زمین داده می شود. به گفته آنان معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور در سفر اخیرش به این ولایت وعده داده است تا این مشکل را حل کند. معین وزارت خارجه صحبتی که در شورای ولایتی داشت گفت ما هم آمادگی گرفتیم و تلاش داریم که و نظر داریم که به خود قندهار منا زمین به جای زمین داده بشه. مشکل مشکل حل است، ولی در بدل زمین هر کس پول یا زمین داده بشه و قانعت بعد حاصل بشه، ملک هر کس بعد استملاک بشه. عقب نشینی نشدن اینجا بیشتر از همه برای باشنده های هرات مشکل ساز بوده است. شماری از این شهروندان از حکومت افغانستان میخواهند که این مشکل را هر چه زودتر حل سازد. از دولت همیر میخواهیم که همیر به زودترین فرصت از اینجا برداره که مشکلات مردم رفع شه. سرک کلون شه، جاده بزرگ شه، گونوگور اهل سهی مردم بتونه حاضر برد، چون زیاد اینجا تصادم هام شده، تصادم های زیاد اینجا صورت گرفته. نمیکنم امیر جمع کنه، جا فارغ هم داره، بازی بر داخل داره یا مثلا یک مسیر دیگه انتقال بدم. همینجا واسه سرک عمومی است، سرک هم خورده به حساب با این مردم مشکل ایجاد میشد. در جریان 3 سال اخیر مقام های افغان و ایرانی بارها به حل این مشکل تاکید کردند، اما دیده می شود که تا هنوز چانه‌زنی های سیاسی در این زمینه چندان موفق نبوده است.